سلام، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو قراره نگاهی به تحقیقات برندگان نوبل سال 2020 بکنیم، با کاراشون بیشتر آشنا بشیم. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. بریم که داشته باشیم ویدیو رو. جایزه نوبل پزشکی امسال به گروهی از دانشمندانی که در مورد ویروس هپاتیت سی تحقیق میکردن رسید. طبق آخرین آمار، تخمین زده میشه که 70 میلیون کیس هپاتیت سی در کل دنیا وجود داره. هپسی سالانه 400 هزار نفر تلفات میده و اصلی ترین و معمول ترین دلیل برای پیوند کبد در دنیاست. سه نوع هپاتیت وجود داره: هپاتیت A، B و C. این بیماری ها توسط سه نوع ویروس از خانواده های مختلف به وجود میان و بیماری های مختلفی رو هم باعث میشه. هپاتیت آ از طریق آب و غذا منتقل میشه و باعث عفونت حاد میشه که معمولا طی چند هفته بهبود پیدا میکنه فرد بیمار و ایمنی دائم رو به بدن در مقابل این بیماری میده. در مقابل هپاتیت B و C باعث عفونت مزمن میشن و از طریق خون انتقال پیدا میکنن. کرونیک انفکشن کبد یک حالت حاد پزشکی هستش و چون کبد چندین وظیفه توی بدن انجام میده، به همین خاطر کسور در عملکرد کبد میتونه تهدید کننده باشه برای کل بدن. هپاتیت کرونیک یک بیماری ساکت ولی به شدت پیشرونده هستش که عملکرد کبد رو طی سالهای پیاپی مختل میکنه. سالها بدون هیچ نشانه ای فعالیت میکنه ولی در نهایت منجر به شرایط حادی میشه که میتونه باعث سیروز و سرطان کبد بشه. وقتی به این بیماری به این مرحله میرسه، تنها کاری که میتونیم برای جلوگیری از بیماری انجام بدیم عمل پرهزینه پیوند کبد هستش. بیماری هپاتیت 70 سال پیش زمانی کشف شد که بیمارا خون اهدایی و یا اجزای خونی اهدایی رو دریافت کرده بودند. در سال 1967 بروک بلومبرگ هپاتیت B رو کشف کرد و به خاطر این کشف جایزه نوبل سال 1976 رو گرفت. گرچه این کشفی کلیدی بود، ولی تمام کیس های کرونیک هپاتیت رو توجیه نمی کرد. به خاطر سایلنت بودن بیماری نمیشد وجود اون رو توی افراد مشخص کرد. در اواخر دهه 60 آری آلتر که با بلومبرگ هم کار کرده بود شروع به یک پروژه هیجان انگیز برای کشف منبع هپاتیت پست ترانسفیوژن کرد. اون متوجه شد که حتی بعد از حذف خونهای آلوده به هپاتیت B بیماری هنوز وجود داشت. آلتر به وجود یک اینفکشن دیگه توی خون شک کرده بود. در سال 1978 آلتر نشان داد که انتقال پلاسمای افراد مبتلا به این ویروس به شامپانزه باعث ایجاد بیماری در شامپانزه ها میشه. شامپانزه ها شروع به نشان دادن نشانه های التهاب کبد کردن. این قضیه وجود یک عامل عفونتزا رو توی خون ساپورت میکرد. سالها تحقیق بعد از اون ثابت کرد که این عامل یه ویروسه. پس آزمایشات برای ایزوله کردن ویروس شروع شد. اما این کار یه کار طاقت فرسا بود. نقطه عطف این آزمایشات زمانی اتفاق افتاد که مایکل هورتون و همکارانش یک تکنولوژی زیست مولکولی و ایمیونولوژی رو استفاده کردن تا ویروس رو کلون کنن.
کلون کردن این ویروس روی دو فرض استوار بود. اول اینکه ماده ژنتیک قراره توی مجموعه دی ان ای های ایزوله شده از سلول های جانوری آلوده به هپاتیت حضور داشته باشه و دوم اینکه سرم انسانی حاوی این نوع هپاتیت حاوی آنتیبادی های مخصوص این ویروسه و میتونه به عنوان قلاب مولکولی در غربالگری ازش مورد استفاده قرار بگیره. شرح آزمایش این بود که تکه های دی ان ای رو وارد باکتری کردن و هر باکتری یک تکه پروتئین منفرد رو بیان کرد. با غربالگری با آنتیبادی ها اونا یک کلون مثبت رو ایزوله کردن. معلوم شد که این کلون یک دی ان ای از خانواده ویروس های فلاویو ویروس هاست. اونا اسم این ویروس رو هپاتیت سی گذاشتن. این اولین باری بود که یک آزمایش مالکیولر بیست برای شناسایی یک ویروس نوظهور استفاده شد. گروه اوتون از این فرصت استفاده کردند تا بتونن یک تست برای شناسایی خون مبتلا به ویروس هپاتیت سی استفاده کنن. اونا تونستن تستی رو تهیه کنن که میتونست وجود ویروس رو توی خون تشخیص بده. این تست با موفقیت تونست همه کیس های حاوی ویروس رو شناسایی کنه و به دلیل درصد اشتباه پایین یک پیشرفت چشمگیر به حساب می اومد و به زودی باعث کاهش مبتلایان پست ترانسفیوژن شد. اما یک سوال مهم باقی مونده بود که ویروس هپاتیت سی به تنهایی عامل بیماری یا ویروس شبیه سازی شده باعث ایجاد بیماریزایی میشه. در این حین چارلز رایس که توی دانشگاه واشنگتن داشت روی نیازهای مولکولی برای تولید مثل ویروس ها تحقیق میکرد، انتهای سپریم بسیار محافظت شده دی ان ای ویروس رو کشف کرد که گمان میکردن بسیار مهمه. اونا کلون هایی که حاوی این ناحیه بوده رو بررسی کردن و متوجه شدن که کلون هایی که حاوی این نوع سپریم محافظت شده هستن نمیتونن همانند سازی رو توی جانوران انجام بدن. بعد رایس حد زد که کلون هایی که بررسی کردن میتونه حاوی موتاسیون های غیر فعال سازی باشه. اونا میدونستن که آرنه این ویروس ها مستعد خطا هست و موتاسیون های مختلفی رو طی همانند سازی ژنومشون تجربه میکنن. وجود چنین موتاسیون هایی توی ویروس ها میتونه به نفع جمعیت ویروسی باشه، در حالی که باعث از بین رفتن کلون های منفرد میشه. سپس اون کلون های بسیاری رو توالی یابی کرد و با همدیگه مقایسه شون کرد. اونا مشاهده کرد که بسیاری از این کلون ها حاوی موتاسیون های غیر فعال سازی هن. او با کمک مهندسی ژنتیک این موتاسیون ها رو حذف کرد و بعد از ترکیب ژنوم های ترمیم شده این ویروس جدید رو به شامپانزه ها تزریق کرد. شامپانزه ها نشانه های بیماری هپاتیت سی رو بروز دادن و ویروس رو توی خون شامپانزه ها هم حضور داشت. این آزمایش ثابت کرد که هپاتیت سی میتونه به تنهایی باعث بیماری بشه. دستاوردهای برندگان زمینه ساز مورد نیاز برای مبارزه با شیوع این ویروس هستش. به لطف کشف تست غربالگری و همچنین تولید داروهای ضد ویروسی باعث حفظ جان 95% از مبتلایان در کل دنیا میشن. به طور خلاصه تحقیقات برندگان امسال ما رو در جنگیدن در مقابل بیماری های ویروسی توانمندتر کرده. تحقیقات آروی آلتر نشون داد که یک ویروس جدید مسئول بسیاری از مبتلایان به صورت پست ترانسفیوژن و کار برجسته مایکل هوتون برای کرون کردن ویروس و ایجاد تست خون برای شناسایی ویروس هپسی باعث تفکیک خون آلوده از خون سالمه و در نهایت کار چارلز رایس برای نشان دادن اینکه ویروس هپسی به تنهایی باعث ایجاد بیماری در انسان ها میشه. بله، اینجا به انتهای ویدیو میرسیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.
کامنت هم بذارین حتما. چوس. I should be, I'm not good, I'm not good.